ابو جبل عامل یعنی مجسمه همین امیرالمؤمنین برای اون مردم بود. غربتش، شما نگاه میکنید غربت دکتر مصطفی چمران در جنوب لبنان، کارهایی که دکتر چمران میکرد، همیشه دستهای دکتر چمران از اینجا توول بود، همیشه توول داشت دستهاشون، هیچ وقت مثل انسانهای دیگه نبود که سنگین تر از خود کار به دست نگرفته باشه، اینطور نبودن. هیچ وقت دکتر پشت میز ننشست، دکتر همیشه در سنگر بود، چی در سنگر فرهنگی، چی در سنگر سیاسی، چی در سنگر نظامی بودن. میدونید یه آدمی بسیار لطیف، هم به زبان، هم به چهره، هم به روح، بسیار لطیف، ولی هم پیوسته در کارهای زبر و خشونت آمیز. گفت فلانی من شیر احساسم رو میبندم، من اگر بخواد در وسط معرکه کار این شیر احساس باز باشه که من کار نمیتونم بکنم. همیشه سنگین، همیشه متین، همیشه آروم و که ان لم یکن شیئا. من ذکر کردم بارها که می اومدن، یعنی رفته بودن ایشون با بقیه، مثلا چند روز غذا نخورده، مثلا چه چیزایی شده، حالا کیا کشته شدن، ابدا. وقتی می اومد انگار نه انگار یک ساعتی می شست یا دو ساعتی، و غذا بود میخورد، نبود نمیخورد، مثلا فس کد چای بود، دوستا چای خودش، این غذا و شام و همه چیز بود، شیرینی بود و هاکزا. من هیچ وقت شکایت نشنیدم از تو این زمینه، ابدا. هیچ وقت ندیدم ایشون دست پاچه است، هیچ وقت ندیدم دست پاچه و مضطربه، هیچ وقت ندیدم ترس، هیچ وقت ندیدم. دینشو از عشقش گرفته بود. آقا دین یعنی ایمان، ایمان یعنی عشق، بقیهش میشه مثل کسایی که مثل بنده ظاهر دین رو بلدن ولی عمل نمیکنن. چرا عمل نمیکنن؟ عشق رو ندارن. دکتر به عنوان شما، به عنوان سردار عالم عشق باید معرفی بشه. سردار عشق خیلی چیز عنوان خوبیه، ولی بازم شاید چیز باشه، بازم شاید هنوز پایین تر از اون چیزی باشه که خود مصطفی است، چون همونطور که عرض کردم چشمه نور هستن، یعنی واقعا خودش آدم اصلا عشق رو منتقل میکنه. من صحبت میکنم ولی من میترسم که خدا نکنه این سوء تفاهم پیدا بکنید که با مصطفی حساسیت که بگن دکتر چمران زنی آمریکایی داشت، این اشکال نداری صحبتش بکنیم. حتما باید نقلش کنید همسر آمریکایی داشت، مگه چون ما اطلاعاتمون در مورد اون قضیه صفره، خود شما اطلاعات کامل بفهمید خیلی بهتر استفاده. ایشون مصطفی خوب تو آمریکا زندگی کرد، اون زندگیش تو آمریکا در یک مدت با یک خانم آمریکایی ازدواج کرد و چهار بچه که یکیشون غرق شد و سه تاشون که هستن. به هر حال مصطفی که خب تصمیم گرفتید مصر بیاد، بعد بیاد لبنان، اون خانومشون با یک نفری که عالم ازدواج کرد، نفری که زندگی مادی داشته باشی با اون میخواست زندگی بکنید، نتونست، تو مصر نیامدی، ولی وقتی که ایشون اومد ایران تصمیم گرفت که زنش و بچهاش بیارن تو لبنان، اومد لبنان. اون خانم با ایشون اومده لبنان، زندگی کرد تو لبنان، ولی زندگی لبنان زندگی سخت بود، زندگی نبود که مثلا رفاهیت مادی داشتی باشی یا از این ور. با مصطفی بهشون حق میداد، یعنی ظلم نمی کرد، خیلی زندگی سخت بود و مصطفی اوائل همه وجودش
دیگه همش کار داری، داری سازمان درست میکنی، مدرسه میخواست درست کنید، یعنی خوبی به اون همین. علی ظاهر یک سال اینجا بود خانومش و نتونست تحمل بکنید و خیلی سعی کرد مصطفی که به آمریکا برگردونید. مصطفی دیگه به آمریکا هرگز بر نمیگشت. ولی خب بعد از اینکه اومدن لبنان ما خب دیدیم خانم ایشون بسیار خانم خوبی بود و از صحبت‌های دکتر من شنیده بودم که این خانم خب وقتی که با دکتر ازدواج کرد زندگی دکتر رو میدونست، یعنی دکتر بهش گفته بود که من کسی نیستم که همیشه امریکا بمونم، من هر وقت که برام راه باز بشه، هر وقت که شاه از ایران بره، من باید برگردم به ایران و نمیدونم که زندگی من چی میشه، ممکنه یه روزی قبل از اینکه برم ایران مثلا برم جای دیگه. اون چه که وظیفه من به من ایجاب میکنه من باید انجام بدم. من از دکتر اینو خودم شنیدم، گفت به من گفت تو اگر توی آتیش هم بری من با تو میام، یعنی اینطور با هم شرط و قرار گذاشتن. شما همش نمیتونید همه را به اصطلاح اون بچه حضرت فاطمه بدید که چطور تحمل میکرد حضرت علی رو، چون همین حالت اونجا هم اتفاق میفته، منتها فاطمه فاطمه است، خود اون یک بولدوزر انسانی دیگه است در شخصیتی، اون خودش کوچک نیست، میتونه طاقت بیاره، شاید بالاتر از علی است در طاقت، فراموش نکنید همه مردم کوتاه نیستن. رفتار پروانه خانم میدیدم با دکتر که رفتار فوق العاده با محبت و با علاقه، یعنی اصلا ایشون دکتر رو به اسمش صدا نمیزد، بهش میگفت هنه، صدا اسمش صدا نمیزد. من یه دفعه گفتم پردون، گفتم چی؟ گفت هنه، اسمش هنه. خلاصه این حالا به انگلیسی که معنی هنه معلومه، به عربی هنه میشه انسان با درایت، با محبت، آروم. خلاصه هم اگر معنی عربیشو بگیریم هم اگر معنی انگلیسی بگیریم، ایشون خیلی علاقه داشت به دکتر و پیدا بود از رفتارش، رفتار خیلی صمیمی دوتایی با هم داشتن، یعنی هیچ رفتار عادی نبود که بگیم که خب حالا مثلا از هم جدا بشن اشکالی نداره، نه، رفتار زوجینی که فوق‌العاده همدیگر رو دوست دارن و فوق‌العاده با هم ارتباط عمیق دارن. دکتر میگفت حدود یک سال پروانه اونجا بود با بچه هم و خیلی کمک میکرد در اینکه به شیعه های لبنان رسیدگی بکنه، به فلسطینی ها رسیدگی بکنه. میگفت مجروحایی که میآوردن این پروانه با نوازش محبت اینا رو پانسمان میکرد، بهشون مداواشون میکرد، مثلا خیلی گفت کمک میکرد اونجا. ولی خب طبعا جامعه که شما فکر کنین اون زمان با اون موقعیت بعد از یه مدت یک سال که میگذره خب زندگی براش خیلی سخت میشه، میتونی کسی که سالها اونطوری زندگی کرده بالاخره آمدان تحملش تو منطقه جنگی زیر بمباران. دکتر خیلی به بچه هاش میرسید، من خوب اینو میدیدم، یعنی اینا رو روز جمعه روز تعطیلی بچه هاشو میبرد تو تمام منطقه ها، میبرد جاهایی که خودش دوست داشت بچه ها ببینن، مثلا دریا، منظره های زیبا، اما نه مثلا رستوران های قشنگ، مثلا برن منطقه های فقیر نشین، مثلا برن بچه های فلسطینی، بچه های فقیر شیعه، زندگی هایی که اون دوست داشت بچه هاش ببینن، اینا رو ببره تفریح، یا مثلا برن کوه. البته ایشون خیلی علاقه داشت به مصطفی، یعنی واقعا مصطفی را دوست داشت و مصطفی از اون خانم خیلی تعریف میکرد، یعنی اینطور نبود خدا نکنید خانم خوب بود، ولی زندگی مصطفی سخت بود، یعنی واقعا به این سادگی نمیشه تحمل کرد، یعنی یک دفعه از آمریکا تو جنوب لبنان و کجا تو مدرسه یتیما زیر توپ و زیر خمپاره و زیر بمباران و انسان یک دفعه از همه امور اعتباری مادی دست بشوری و بری کرد. تا وقتی رسید که دید باید انتخاب کنه،
یعنی نمیتونه هر دو رو با هم داشته باشه و نخواست که، یعنی از اخلاص و محبتش نخواست اونا رو اذیت کنه و اونا رو آزاد گذاشت. میخواهید با من ادامه این زندگی رو میدید، نمیخواهید برگردید هر جا که راحتید، منم وظیفه‌ای در حق شما داشته باشم انجام میدم. دکتر میگه من الان این 4 تا بچه بچه من نیستن، من الان تمام این بچه های یتیم اونها بچه های منن و من چطوره این همه 500-600 تا یتیم رو ول کنم به خاطر 4 تا بچه خودم بیام آمریکا. بعد هرچی خلاصه دکترم آدمی نبود که میگم که دستور به کسی بگه بگه نه حق نداری بری، میتونست بگه نه نباید بری یا بچه های من حق نداری ببری. دکتر دستور به هیچ کس نمیداد، مخصوصا در روابط عاطفی به هیچ عنوان کسی رو تحت فشار قرار نداد. گفت ولی من نمیتونم بیام، اگر تو میمونی با من بمون و به اینها کمک بکنی. ولی اون گفت نه من باید برم. پروانم، خانم پروانم فکر میکرد که اگر بره ممکنه دکتر تحت فشار قرار بگیره از نظر عاطفی، چون میدونست چقدر عاطفیه و چقدر علاقه منده به خانواده‌شه و برگرده، ولی این فکر رو نمیکرد که دیگه دکتر هیچ وقت واقعا بر نمیگرده. 4 بچه داشت، اون دختر بزرگترین اونها 14 سال داشته. از هر بچه پرسید آیا شما میخواد با ماما میری یا اینجا بمونی؟ گفت نه، همشون گفتن با ماما میریم. چرا؟ اونجا زندگیشون خیلی مرفه بود، خیلی. ایشون هم ممانعت نکرد. یعنی اون روزی که اینا می اومدن بیروت که برن مسافرت، ما همه با هم بودیم. خیلی یعنی حال خاصی داشتن همگیشون، هم خود دکتر، هم خانمش، هم بچه ها. یعنی من تو راه چند بار می دیدم بنده های خدا این ماشین هی وایساد، هی اینا هم اومدن پایین، حالشون به هم میخورد، چیز عجیبی بود. خود دکتر هم همجور خیلی سفت جدی، خلاصه پیدا بود که واقعا خیلی ناراحته. و اومدن بیروت و خلاصه بنده های خدا بعد اومدن همه منزل آقای صدر، همه با هم اومدیم. وقتی که با آقای صد خدافظی میکردن خیلی خیلی واقعا حالشون، خود اون خانم هم پیدا بود، یعنی واقعا تصمیمی رو گرفته کاری رو میکنه که براش خیلی سنگینه، ولی خب دیگه مجبور بود. بچهشون رفتن، زنشون رفته. عکس العمل بین مردم، بین دوستان چمران شروع شد. شاهد اینجاست. ما هم از چمران پرسیدین همون سوال، تکرار کردیم بعدن. آیا چمران چطور اگر به زن شما اجازه دادی یا طلاق کردی، حد اعلا، چرا بچه‌شون به آمریکا فرستادی؟ آیا اونها بچه شما هستن؟ چطور؟ ایشون به این آسانی ولی با خیلی درد دل داشتن و به تفکر عمیق جواب داد. گفتن من پول نداشتم تا اونها بفرستم مدرسه خصوصی و زبان اونها انگلیسی بود، زبان دیگر نمیفهم، ولی در آمریکا هر چی دارن، مدرسه مجانی، زبانشون انگلیسی، کلاسشون هم هست، مادرشون با اونهاست، خانه و هر چی دارن. من واقعا دلم شکسته است، چرا 4 بچه خسارت کردم؟ ولی اگر نگاه میکنم از سوی دیگر، میبینیم هزارها بچه شیعه مستضعف در جنوب لبنان و لبنان عموما به گردن من هستند.
اگر که بگیم که خانواده خاص خودشو، یعنی خانواده که مال خودش هستن، کوچک بودن، شاید فداکاری کرد در مقابل خانواده بزرگی که اون میدید برای خودش داشت، که اون جامعه بود، اون شیعیان بودن، اون صدها بچه که زیر تربیت اون بودن، یا هزارها جوانی رو که اون تعلیم و تربیت میداد برای حرکت نظامی، حرکت المحرومین، حرکت عمل. من احساس میکردم که واقعا یعنی دکتر یعنی از کسانیه که اینا مال خودشون نیستن، یعنی نمیتونه بگه که این بچه منه و این زن منه و این خواهر منه، این نه نه اینطوری نمیتونه باشه. ایشون معتقده که مال هم است و مال خودش نیست. یعنی وقتی مال خودش نیست، پس دیگه بچه و زن و مادر و خواهر مطرح نیست، ملت، جامعه مطرحه. خب مصطفی رو این مسئله خیلی درد شدید داشت، بالاخر سادگی نیست، ولی هم نوشته برای من که حتی همین که اسماعیل، ابراهیم علیه السلام، اگر قرار بود برای خدا اسماعیل قربانی بکنم، من حاضر هستم بچه های من قربانی کنم برای خداست. وقتی که مونده، یعنی تا آخری که ایشون تو لبنان بود، دیگه اون زن یا بچه حاضر نیستم برای برگشتم. حتی من قبل از ازدواجم خیلی به مصطفی گفتم اگر امید هست اون زن برگرده، که من واقعا ازدواج نمی کنم. یعنی من اون لحظات حتی تا آخر واقعا لذت من وقتی که می بینم و سعادت من خوشی در خوشی مصطفی، وقتی می بینم ایشون خوشحالم، خوشحالی من از ایشون و ایشون همینطور به من بود، یعنی مسئله خودخواهی نبود، منیت نبود. من میگفتن اگر واقعا اون زن برمیگرده خب خودم خوشحال میشدم، ولی ایشون اون وقتا میگفت من همه سعیم کردم، همه هرچی از دستم در میاد که این بچه ها برگردم، بر نگشتن. و بر اون اساس من دیگه میدونم که امید به برگشتن ایشون نیست. و حتی میگفت اگر برگشت نمیتونی تحمل کنی این زندگی و ممکن تحمل کردن این سختی ها برایش ظلمه. بعد از رفتن زنش به تو 3 سال بود که من با ایشون آشنا شدن و اول من نمیدونستم جرایانش، خود مصطفی برای من تعریف کردن این جرایان. و واقعا این مسئله که انسانی میتونی حتی از بچه هاش که عزیزترین چیزی برایش، حتی بر زنش بگذری برای اون هدف، خب این خیلی بزرگواری. و حتی خودم خیلی بهشون گفتن که خب حیفی اون بچه ها چی گناه کردن، یعنی اون بچه ها میتونن یک بچه های مسلمون خوب باشن اگر بر میگردن. ولی شون اینه به من میگفت، میگفت اگر من میرفتم امریکا مطمئنن امریکا دیگه نمیذاری من برگردم و من یک تابعه در دست اونها باشن و اینها از علم من هرچی میخوان استفاده میکنن و دیگه نمیذارن من و خودم هرگز حاضر نیستم خودم بفروشم برای اونها بار دیگه. گفتم بهشون تو حضرت علی علیه السلام نیستی، کسی نمیتونه حضرت علی علیه السلام باشه. میخندید میگفت نه درست نیست این حرف، اون معنی راه تکامل تو اسلام داری میبندید، راه تکامل تو اسلام بازی. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر جاه من پا زدم میتونه امتم علاقه به قوسین او ادنا.
چیزی که من بیشتر که جذب کرد به مصطفی عشقش به ولایت. خودم عاشق ولایت اهل بیت علیهم السلام و خیلی دوست دارم، یعنی اهل بیت علیهم السلام. احساس میکردم که ابوذر غفاری وقتی وارد جبل عامل شد و این می نوشتم، حتی دریای سور هنوز صدای ابوذر به من می رسونید. هر خاکی از این جبل عامل، تراث، فرهنگ تو وجودم بوده. احساس میکردم باید برم اونجا، باید برسم، ولی کسی نبود دستم بگیری. میدونی همه که دورم در یک عالم دیگه بودن. مصطفی این دست بود که من اگر میگرفتم، یعنی من همین که مینوشتن سلمان اومد، سلمان من اهل البیت، و تنها کسی که به اون عشق ولایت که من میگفتم خودش میگفت بیشتر، با چیزایی که تو قلبم روشن نبود روشنش میکرد. و وقتی ازدواج کردم بر اون اساس بود که تو من را کمک کنی تو راه قرآنی. من از اسلام دورم، تو وجودم عشقه، این عشق میخوام ترجمه باشه، احتیاج دارم دست من بگیرید. پروردگارا آنچنان ما را از دنیا و مافیها بی‌نیاز کن که در قربانگاه عشق تو همچون ابراهیم مشتاقانه حاضر شویم تا اسماعیل وجود خود را در راه هدف مقدست قربانی کنیم.